سلام بر شما، به خبر شش خوش آمدید. امروز جمعه برابر است با 19 حمل سال 1401. در نخست سرخط چند خبر: رد حمله هوایی آمریکا در هلمند از سوی امارت اسلامی. آوازه هایی که گویا در منطقه شوراب هلمند کدام حمله هوایی صورت گرفته و در نتیجه آن تلفات رخ داده هرگز واقعیت ندارد. ادامه واکنش های جهانی به مسدود ماندن مکتب های دخترانه در افغانستان. ویدون قبول کرده نمی توانیم که دختران از آموزش یکسان عقب بمانند. افتتاح حوزه نفتی قشقری در سرپل از سوی معاون نخست رئیس الوزراء. در ټول افغانستان د پاره یو بودیجه ده، یعنی د بودیجه د شنه کیږي چې د یو لاس څخه دي ارڅ پرکیږي. تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشری ملل متحد و نظرسنجی بانک جهانی درباره اقتصاد افغانستان. من سپهر سپهر هستم. پس از یک رویداد تایید نشده در امتداد خط دوران در مربوطات ولایت نیمروز، نیروهای امارت اسلامی و نظامیان پاکستانی در حالت آماده باش قرار گرفتند. برخی از منابع در ولایت نیمروز به طلوع نیوز میگویند پس از چاشت روز پنجشنبه، یک چرخبال نظامی پاکستان در امتداد خط دوران آماج قرار گرفته و پاکستان در واکنش به آن تهدید کرده است که پاسخ نظامی می‌دهد. به گفته این منابع، پس از این تهدید نظامیان پاکستانی، نیروهای امارت اسلامی به محل رفتند و در حالت آماده باش قرار گرفتند. در ویدیویی که از سوی این منابع به طلوع نیوز فرستاده شده نیز دیده می‌شود که یک کاروان نیروهای امارت اسلامی به سوی روستای زاکر ولسوالی چاربرجک ولایت نیمروز در حرکت است. مقام‌های محلی و امنیتی ولایت نیمروز تا هنوز در این باره چیزی نگفتند. پارلمان اروپا و یونسکو از حکومت سرپرست می‌خواهند که درب مکتب‌های دخترانه را بر روی تمامی دختران دانش آموز هر چه زودتر بازگشایی کند. اعضای پارلمان اروپا در قطعنامه ممنوعیت دختران دانش آموز مکتب‌های متوسطه و لیسه را نکوهش کرده است. بخش آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد محدودیت در برابر آموزش دختران را نقض آشکار حقوق بشری دانسته است. در هفته‌های پسین مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم واکنش‌های داخلی را نیز به همراه داشته است. مدینه مروت گزارش می‌دهد. بیش از 200 روز می شود که دختران دانش آموز مکتب های متوسط و لیسه اجازه رفتن به مکتب ها را نیافتند. اما این مسئله در دو هفته پسین واکنش های فراوان داخلی و خارجی را به دنبال داشته است. به ادامه واکنش های خارجی، اعضای پارلمان اروپا هم در قطعنامه پشتیبانیشان را از حقوق بانوان و دختران در افغانستان اعلام کردند. من می خواهم این را واضح بگم که اتحادیه اروپا طالبان را به رسمیت نمی شناسد و پشتیبانیشان را به دخالت حکومت از مردم افغانستان ادامه می دهند. ما قبول کرده نمی توانیم که دختران از آموزش یکسان عقب بمانند. همزمان 50 کشور عضو بخش آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو به شمول بریتانیا و فنلاند در نشست از امارت اسلامی می‌خواهند تا حق آموزش را نباید از کودکان به ویژه دختران بگیرد. خوشحال بودیم، عصر شماری میکردیم تا اینکه امروز فرا رسید و ما راهی مکتب شدیم. ندانسته از اینکه در امروز تمام آرزوهای من به خاک یکسان میشود و با چشمان پر از اشک صنف درسی خود را از پس پنجره نگاه میکنیم. نباید ما تعلیم و تحصیل سلیقه‌ای بسازیم، برای هر فرد از جامعه چی زن باشه چی مرد ای حق بتیم. برخی از فعالان عرصه حقوق زن میگویند که ادامه این کار سبب بی‌اعتمادی میان حکومت و مردم خواهد شد. روز بیشترین کشورهای توسعه یافته اعتراف میکنند که بخش بزرگ از تولیدشان مدیون حضور زنان در دنیای نوین است. متاسفانه زنان افغانستان از جمله محرومترین و مظلومترین زنان قرن 21 هستند که مایه درد و نگرانی است. فرو رفتن افغانستان در گودال تاریکی و جهل و در آینده ما شاهد یک نسل عقده‌ای، ناامید و خشن خواهد بود. با آنکه از آغاز سال آموزشی بیش از دو هفته می‌گذرد، اما تا اکنون سرنوشت مکتب‌های بالاتر از صنف ششم دختران در کشور روشن نیست.
چین ممنوعیت کشت و فروش مواد مخدر در افغانستان را میستاید. وزارت خارجه چین با انتقاد از کارکردهای ایالات متحده در 20 سال پسین در افغانستان میافزاید که این کشور سرچشمه اصلی کشت و فروش مواد مخدر در افغانستان بود. از سوی دیگر با آنکه کشت و فروش مواد مخدر در افغانستان ممنوع اعلام شده است، برخی از کشاورزان در ولایت‌های جنوب کشور هنوز سرگرم گردآوری شیره‌های کوکنارند. فرمان اخیر رهبر امارت اسلامی درباره ممنوعیت کشت و فروش مواد مخدر با استقبال شماری از کشورها و نهادهای جهانی روبرو شده است. وزارت خارجه چین در تازه ترین پیامش از این اقدام حکومت سرپرست ستایش کرده است. از سوی دیگر با آنکه فرمان ممنوع قرار دادن کشت و فروش مواد مخدر هفته پیش صادر شده است، با آن هم اکنون در ولایت‌های حوزه جنوب کشور کشاورزان سرگرم به دست آوردن شیره‌های تریاک هستند. اسان چا دوغنه ده چې دغه د اوزمادت گنج دی چې وسی ور ولم په زورو انسانان راځي کچاک ور د په عام خرسیږي په عام ایراني سي یعنی د موږ لپاره غټه وسایده په خوخ به موږ کچاک ور راوسی دونه لپاره په د باندې ته ولاړو شاوخه به کتل چې څوک را نه سي دا د کار زمينه خوشتانه شه دغه یو ولا بخ ډیر خلک پر کار باندې وختیا شه نه یواره خو دا کار تقریبا 15 ورځې وخت اخی. از سوی هم برخی از آگاهان میگویند که اگر برای کشاورزان بدیل کوکنار داده نشود، آنان با چالش های فراوان اقتصادی روبرو خواهند شد. که چرت ده دهقانان ده پاره او ده خلکو ده سیم و خلکو دم التا چه کوکنار کرل کیگی الٹرناتیو پیدانش یا بدیل پیدانش اینو پاقه صورت که آقا دهقانان زیانمند کیگی. این در حال ابراز می شوند که بر روز یکشنبه همین هفته رهبر امارت اسلامی در فرمان کشت کوکنار و هر گونه مواد نشه آور را در سراسر کشور ممنوع اعلام کرد. مسئول شورای پناهجویان دنمارک در یک گفتگوی ویژه با تولونیوز بر ادامه کمک‌های بشری و پشتیبانی از بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان تاکید می‌ورزد. جزئیات در گزارش. رئیس عمومی شورای پناهجویان دنمارک در یک گفتگوی ویژه با تولونیوز میگوید که این شورا برای بیجا شدگان داخلی در افغانستان رسیدگی کرده و از بیجا شدگان حمایت میکند. ما در واقع در 18 ولایت کشور که حضور داریم و کار میکنیم. هدف ما رسیدگی به جمعیتی که در این ولایت ها به حاشیه رانده شدند میباشد. او همچنان کمک های جهانی را به افغانستان بسنده نمیداند و میگوید که کمک های انجام شده نمیتواند بحران بشری در این کشور را چاره‌ساز شود. در حال حاضر نخیر، اگرچه در این اواخر کنفرانس های دایر شد که به افغانستان کمک های زیادی صورت گرفته، ولی ما میبینیم که این کمک ها تمام نیازمندی های مردم افغانستان را مرفوع نکرده است. این کمک ها بسنده نبوده. از سوی دیگر اقتصاد افغانستان باید سر پا شود. ما باید برای احیای دوباره اقتصاد باید کار کنیم و این احیا دوباره به این کمک های عاجل نمیشود که این یکی دیگر از نگرانی های ما در افغانستان است. هرچند رئیس عمومی شورای پناهجویان دنمارک از ادامه کمک‌های بشری به افغانستان سخن می‌زند، اما یک تن از کارشناسان اقتصادی می‌گوید که کمک‌های خارجی نمی‌تواند ریشه فقر در کشور را از بین ببرد. او نه به خاطر که فقر از بین ببره، بلکه اونمو یک کمک یا یک همکاری مقطعی می باشه و زیادتر اینا که باز ارقام بالاتر نشان میده، ای به خاطر است که پول دیگر هم جذب کنه. هرچند کمک‌های بشری بیشتر به افغانستان انجام می‌شود، اما این کمک‌ها گریگوشای مشکلات کلیدی از جمله فقر و بیکاری در افغانستان نیستند. این گفتگوی ویژه را ساعت 8:45 دقیقه از طلو نیوز فراموش نکنید. چاهای نفت بلاک قشقری ولایت سرپل از سوی معاون نخست رئیس الوزراء گشایش یافت. ملا عبدالغنی برادر میگوید که روزانه 200 تن نفت از معدن قشقری استخراج خواهد شد و درآمدهایی که از این رهگذر به دست می آید برای بازسازی و نوسازی بخش های گوناگون کشور هزینه می شود. وزارت معادن و پترولیم میگوید که استخراج نفت از این چاه ها به شرکتی واگذار نشده است، بل از سوی امارت اسلامی استخراج خواهد شد. تمیم شهیر گزارش می دهد. ملا عبدالغنی برادر همراه با مسئولان وزارت معادن و پترولیم به هدف گشایش چاهای نفت بلاک قشقری به ولایت سرپل سفر کرده است.
معاون نخست ریاست الوزراء میگوید که تلاشای امارت اسلامی برای استفاده از معادن کشور جریان دارد. موږ دلته راغلي د دې دپاره چې دغه پروژه افتتاح کړو. دا د ټول افغانستان دپاره یو بودیجه ده، یعنی دا بودیجه داسې نه کیږي چې د یوه لاسو څخه دې هر څه پره کیږي. وزارت معادن و پترولیم میگوید که بلاک قشقری 10 چاه نفت دارد و میزان استخراج نفت از آن روزانه تا 200 تن خواهد رسید. سوال خردان نکردیم، استخراج خود امارت اسلامی افغانستان میکنه با مردم افغانستان. ماستر پلان ما هنوز تطبیق نشده. خیلی ها آمدن قلدری کردن، از نام مردم سرپول استفاده کردن، اما هنوز که هنوز هست ما به جای خود ماندیم. قرار است با استخراج نفت از چاهای قشقری امارت اسلامی روزانه تا 150 هزار دلار به دست بیاورد. شمار از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که استفاده از حوزه‌های نفتی کشور بر اقتصاد و خودکفایی افغانستان نقش مهم دارند. بدون شک افتتاح همچو پروژه نامداری که روزانه بین 100 تا 150 هزار دلار بتونه به اقتصاد افغانستان کمک بکنه و همچنان روزانه بین 200 تن یا بالاتر از او بتونه که مواد نفتی را تولید بکنه، یک امیدواری بسیار زیاد بزرگ برای مردم افغانستان خلق خواهد کرد. حوزه امو دریا به شمول قشقری 3 بلاک نفتی دارد که قرارداد آن به شرکت ملی نفت چین واگذار شده بود، اما به دلیل کمکاری قرارداد آن با این شرکت دوباره فسخ شد. امارت اسلامی حمله هوایی بر یک انبار مهمات را در شوراب هلمند رد می کند. سخنگوی امارت اسلامی می گوید که انفجارها در نزدیکی منطقه شوراب هلمند برخواسته از انفجار ماین های کوهنه بوده است. پیش از این روزنامه مدرن دیپلماسی نگاشته است که ایالات متحده به روز چهارشنبه هفته گذشته بر یک انبار مهمات نیروهای امارت اسلامی در هلمند حمله هوایی انجام داده است. روزنامه مدرن دیپلماسی به نقل از منابع استخباراتی گفته است که به روز چهارشنبه هفته گذشته ایالات متحده یک انبار مهمات را در پایگاه شوراب ولایت هلمند آماج یک حمله هوایی قرار داده است. یک انبار تسلیحاتی طالبان در پایگاه شوراب هلمند به روز چهارشنبه هفته گذشته آماج حمله هوایی آمریکا قرار گرفته است و مقام‌های طالبان قصد داشتند این مهمات را به زون جنوب غرب انتقال بدهند. اگر چنین عملی صورت گرفته باشد، بیانگر نقص آشکار تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان به حساب می آید. حکومت فعلی آمریکا تحت انتقادات شدید است به خاطر اینکه بسیار زیاد انبار بزرگ سلاح و تجهیزات در افغانستان باقی گذاشته و این حمله دقیقاً بر افراد طالبان نه بلکه بر انبار سلاح صورت گرفته. اما مسئولان امارت اسلامی حمله هوایی ایالات متحده آمریکا را به شوراب هلمند رد می کنند. آوازهایی که گویا در منطقه شوراب هلمند کدام حمله هوایی صورت گرفته و در نتیجه آن تلفات رخ داده هرگز واقعیت ندارد، بلکه در حقیقت ماین‌های کهنه که از مناطق مختلف هلمند جمع‌آوری شده بود از بین برده شدند و صداهای انفجار هم ناشی از آن بود. این در حالی است که پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا گفته بود که آمریکا تجهیزاتش را در افغانستان پشت سر گذاشته است. به احتمال دوباره برگشت نیروهای آمریکایی به افغانستان از بهره پسگیری تجهیزات وجود دارد. پس از پخش گزارش ها درباره بدرفتاری با مهاجران افغان از سوی ایران، وزارت خارجه برخی از مسئولان سفارت ایران را در کابل احضار کرد. به گفته وزارت خارجه در دیدار با مسئولان سفارت ایران احساسات و نگرانی ها درباره اوضاع مهاجران افغان در ایران شریک ساخته شده است. از سوی هم وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از اخراج اجباری هزاران مهاجر افغان از ایران خبر می‌دهد. وحید حسن جزئیات می‌دهد. در روزهای پسین ویدیوهای گوناگونی از بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران پخش شده اند. اکنون وزارت خارجه می گوید که در پیوند به این مسئله با مسئولان سفارت ایران در وزارت خارجه کشور دیدار کرده است.
معاون دوم سیاسی وزارت امور خارجه با مسئولان ایران در کابل دیدار کردند و درباره برخورد نادرست پلیس ایران با پناهجویان افغان گفتگو کردند. مسئولان وزارت امور خارجه در این باره نگرانی ها و احساسات حکومت و مردم را شریک ساختند تا به مقام های ارشدشان برسانند. آیا در کل بعضی از اعداد ارقام که ما در اختیار ما قرار گرفته میگه الان حدود 7-8 میلیون شهروند افغانستان هجوم بردن به ایران؟ خب از اون طرف شما بیایید یه بستری رو فراهم بفرمایید. منظورم اینه که کشور افغانستان یک بستری رو فراهم بکنه، یک شرایطی رو فراهم بکنه که مردم هجوم نبرن به سمت ایران. از سوی هم وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که تنها در یک روز بیش از 2200 مهاجر افغان از ایران به گونه اجباری به افغانستان برگشتانده شده اند. این وزارت افزوده که در یک هفته بیش از 14000 مهاجر افغان به کشور برگشته است. خودم رفته بودم به ایران 4 ماه پیش، اما به خاطر رفتار بد دولت ایران، رفتار بد ملت ایران، نه تنها با من که ویزه نداشتم یا کسایی که اسناد دارن، یا حتی من دیده بودم که از دوستان دانشجو بود به ایران، با دانشجوام خیلی رفتار بدی میشن که حتی من دوباره خود بردوگاه تحویل دادم و دوباره برگشتم افغانستان. اما حقوق مهاجران بر بنیاد میثاق‌های جهانی چیست؟ در ایران در اسلامی جمهوری دولت څخه د افغان مهاجرون اخراج په اجباري ډول باندې د نړیوالو تعهداتو او اصولو خلاف عمل دی او په اوسني سختو اقتصادي شرایطو کې ایران باید د افغان مهاجرون سره د ښه ګاونډیتوب د اصولو پر اساس باندې چلند وکړي. در چند روز گذشته ویدیوهای گوناگونی از بدرفتاری، شکنجه و تجاوز جنسی در برابر مهاجران افغان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند، مسئله‌ای که سفارت ایران در کابل آن را رد کرده است. با ادامه خبر شش خوش آمدید. سروی جدید بانک جهانی نشان می‌دهد که بحران سیاسی در افغانستان در ماه اگست سال 2021 میلادی بخش خصوصی افغانستان را به شدت آسیب رسانده و بر فعالیت‌های اقتصادی کشور تأثیر منفی گذاشته است. در این سروی فعالیت‌های بخش خصوصی پس از روی کار آمدن امارت اسلامی به بررسی گرفته شده است که بر بنیاد آن فعالیت‌های تجارتی در افغانستان پس از ماه آگوست کاهش یافته و بخش خصوصی افغانستان آسیب جدی دیدند. با آمدن امارت اسلامی امنیت آمده، فساد از بین رفته، بازیکارای خوب است، اما از لحاظ اقتصادی مردم بیکار شده، سطح زندگی مردم پایین آمده و کاروبار کم هستند. در این سروی شرکت‌های سروی شده گفتند که بیش از 50% از کارمندان خود را از کار اخراج کردند. بر بنیاد این سروی بانوان در بخش تجارت کشاورزی 70%، در بخش خدمات 77% و در بخش ساختمان 100% کاهش کار داشتند و مردان نسبت به بانوان در وضعیت بهتر قرار دارند. از منجمد شدن پولهای افغانستان تا غیر نرمال بودن نظام بانکی کشور و کاهش توان خرید مردم در مارکت تأثیر منفی خود به سکتور خصوصی داشته، به ویژه صنایع تولیدی ما که بخش از سکتورهای تولیدی ما متاسفانه متوقف شده. در سروی بانک جهانی 82% از پاسخ دهندگان گفتند که در معاملات بازرگانی با چالش روبرو اند و خدمات پرداخت پول قابل دسترس نیست. آمدن طالبان در قدرت سکتور خصوصی زیادتر متضرر شده و این راپور بانک جهانی ایران نشان میده. ما شاهد ای بودیم که بانک های ما تقریبا در حالت توقف است. سروی جدید بانک جهانی در ماه های اکتبر و نوامبر سال 2021 میلادی انجام شده است. پیش از این اداره ملی سایه و معلومات گزارش داده است که رشد اقتصاد افغانستان به مرز منفی 21% رسیده و درآمد سرانه نیز کاهش یافته است. با اتفاق همکارانم در اینجا رسیدیم به پایان خبر شش. از همراهیتان سپاسگزارم. وقت شما خوش.